این داستان زندگی یک خانم در مشهد هست که خیلی عاشق شوهرش بود، اما صحنه عجیبی دید. شوهرش در کنار یک خانم و بچه 15 ساله‌ای که به شوهرش میگفت بابا. این خانم داستان زندگیش رو اینجور تعریف میکنه: من 40 سال دارم و الان که در کیفم میلیون ها تومان پول جمع کرده بودم تا به شوهرم بدم، با صحنه عجیبی مواجه شدم. 22 سال قبل خالم واسطه خواستگاری جوانی به نام محمود از من شد. محمود پادوی یک مغازه فرش فروشی بود. وقتی محمود رو در شب خواستگاری دیدم، مهرش به قلبم افتاد و با تعریف و تمجیدهای خالم با محمود ازدواج کردم. زندگی مشترک ما در حالی با شور و شوقی عاشقانه آغاز شد که هیچ وقت کاستی‌ها و کمبودهای زندگی رو احساس نکردم. محمود مردی ایدئال بود و من هم برای سعادت و خوشبختی خانواده‌ام تلاش می‌کردم. یک پسر و یک دختر حاصل ازدواجمان بود. من در رؤیاهای شیرین زندگی غرق بودم، اما 5 سال بعد از شروع زندگی مشترکمون آروم آروم احساس می کردم همسرم بی‌حوصله و بی‌تفاوت شده. محمود مثل گذشته نبود. وقتی کنار من بود خیلی خوشحال به نظر نمی رسید. خیلی حوصله منو نداشت. گاهی از قصه های ازدواج مجدد برخی از افراد سخن می گفت که اونا 2 زن گرفتن و خیلی هم زندگی خوبی دارن، و هر بار این حرفا رو میزد با برخوردهای تند من روبرو میشد. من میگفتم زندگی دیگران ربطی به ما نداره. خلاصه در همین روزها محمود با کلی قرض و وام یه مغازه در مرکز شهر مشهد خرید و خودش به تجارت فرش مشغول شد. حالا دیگه زندگی ما هر روز بهتر میشد، اما روزهای زیادی همسرم پیشم نبود. خیلی ناراحت کننده بود. او به بهانه کار و کاسبی حتی بیشتر شبها هم در محل کارش بود، یا به خاطر خرید و فروش و تجارت به شهرهای مختلف کشور میرفت و من و فرزندانم رو تنها میذاش. با این حال هیچ وقت به محمود اعتراض نمی کردم، چون معتقد بودم همسرم برای رفاه و آسایش ما تلاش میکنه. حالا دیگه اوضاع مالی خوبی داشتیم و منم با همه وجودم تلاش میکردم تا همسرم کمبودی نداشته باشه. روزها به همین ترتیب میگذشت تا اینکه با شیوع کرونا بسیاری از فروشگاه‌ها تعطیل شدن و خریدهای مردم به دلیل اوضاع اقتصادی کشور کمتر شد. این در حالی بود که همسرم خریدهای زیادی انجام داده بود، فرش‌های زیادی رو خریده بود و در قبال اون چک پرداخت کرده بود. ولی اوزا اونجوری که دوستاش پیش نرفت و خیلی از فرشهاش رو دستش موند. به همین علت چکهاش یکی پس از دیگری برگشت میخورد و او در یک مخمصه عجیب گرفتار شده بود. تو این شرایط باید به کمک همسرم میرفتم. هرچی طلا داشتم و فروختم و به همراه پسندازهایی که داشتم به طلبکاراش دادم. اما بدهکاریهای محمود خیلی بیشتر بود، تا اینکه یه روز متوجه شدم یکی از طلبکاران حکم جلب همسرم رو گرفته و او توسط مامورای کلانتری امام رضای مشهد بازداشت شده. وحشت زده و نگران خودم رو به کلانتری رسوندم و وقتی زنجیرهای گره خورده بر پاهای محمود رو دیدم، دنیا دور سرم چرخید. نمیتونستم این صحنه رو تحمل کنم و به او قول دادم تا صبح همه مبلغ بدهکاریشو تهیه میکنم و بلافاصله از کلانتری بیرون اومدم. شبونه به سراغ پدرم رفتم. گوشواره های دخترم رو فروختم و از هر دوست و آشنایی پول قرض کردم و بالاخره تا صبح 10 میلیون تومان توی کیفم ریختم و خوشحال به طرف کلانتری رفتم. اما دژبان کلانتری اجازه ورود نداد. گفت هر بازداشتی فقط یه ملاقات کننده داره. بهش گفتم من همسر یکی از بازداشتی ها هستم. این وقت صبح که کسی به ملاقات همسر من نرفته. خلاصه با توصیه افسر نگهبان اجازه ورود گرفتم. اما اون چیزی رو که می دیدم باورم نمی شد. محمود دستبند به دست به دیوار تکیه زده بود و زن جوانی به همراه پسری 15 ساله در کنارش بودن.
اون پسر همسرم و بابا صدا می کرد و زن جوان هم قربون صدقه محمود می رفت. وقتی در یک لحظه چشم محمود به من افتاد، دست و پاشو گم کرد. او در حالی که از خجالت سرشو پایین انداخته بود، ملتمسانه گفت: تو رو به خدا ببخش. این اشتباه رو سالها قبل مرتکب شدم و حالا تو این وضعیتم. کیف پول از دستای یخ زدم افتاد رو زمین. نمیدونستم چه تصمیمی بگیرم، چون محمود رو از ته دلم دوست داشتم و تو زندگی هم برای محمود کم نذاشته بودم. اما حالا محمود رو در کنار زن دومش میدیدم. تصمیم گرفتم که ازش جدا بشم، اما خیلی دوستش داشتم و دو تا بچه هم ازش داشتم. از یه طرف سنم هم داشت بالا میرفت و دیگه شرایط سختی داشتم اگه میخواستم با کس دیگه ازدواج کنم. کیفم رو برداشتم و اومدم خونه و الان شوهرم هنوز تو زندانه. تصمیم گرفتم بهش کمک مالی نکنم و نمیدونم تو روزهای آینده چه اتفاقی میفته. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. این داستان واقعی یک خانم بود که در مشهد زندگی میکنن و داستان زندگیشون رو شنیدیم. لطفا نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. اگر شما جای این خانم بودید چه تصمیمی میگرفتید؟ اول ویدیو از لایک و سابسکرایب صحبت نکردم، ولی الان که آخرشه خیلی ازتون تشکر میکنم که ویدیو رو لایک کردید. از کامنتاتون تشکر میکنم. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم لطفاً از پایین ویدیو روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. تا فردا شب، خداحافظ.